سلام، سارا هستم از پرژن اوارز جوایز فارسی در لندن. با یکی دیگه از مسابقات پرژن اوارز جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سرکار خانم فرشته زمانی. خانم فرشته زمانی متولد 1366 یا 1987 هستند. ایشون از سال 1389 فعالیت خودشون رو در زمینه نقاشی پیش استاد عباس منده آموختن و در سال 1392 یک نمایشگاه افرادی برگزار کردند و در سال 1391 برگزیده مسابقات سایپا شدند در زمینه نقاشی. بعد از اون نمایشگاه گروهی زیادی شرکت کردن و در تمامی سبک‌های نقاشی فعالیت میکنن، حتی نقاشی دیواری و پتینه‌کاری. خیلی خوش اومدید خانم زمانی، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، فرشته زمانی هستم، همونطور که فرمودید در خدمت شما هستم. تقریبا نزدیک به 12 سال هست که در زمینه نقاشی فعالیت میکنم. تمامی سبک ها رو آموختم و فقط یکی دو سال استاد داشتم، کنار استاد عزیزم آقای عباس منده بودم و همونطور که فرمودید یک نمایشگاه انفرادی داشتم. از تمامی سبک هایی که یاد گرفته بودم توی اون نمایشگاه گذاشتم و فکر میکنم اولین نمایشگاهی بود که در تمامی سبک ها آثار داشت. و بعد از اون توی مسابقات سایپا شرکت کردم. توی اون زمان یک مسابقه فراخوان داده بودن که اونجا برگزیده شد اثر من و نفر اول اون مسابقه شدم و بعد از اونم شروع کردم به یک کمی تدریس کردن و نمایشگاه های گروهی که شرکت کردم. در کنار بفرمایید. خواهش میکنم در خدمت هستم. من فکر کردم صحبتتون تموم شده. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. توی این سالها سبک‌های جدیدی رو امتحان کردم و کنار اونها شروع کردم به فعالیت توی زمینه نقاشی دیواری و پتینه کاری که الان خیلی باب شده و خیلی ازش استفاده میکنم. توی اون هم به یک لول خوبی رسیدم و خوشحالم که الان در خدمت شما هستم. بسیار هم عالی. از اینکه توی سبک‌های مختلف دارید فعالیت می‌کنید این عالیه و پس بریم سوال کنیم در مورد سبک‌های مختلف کاری شما. خواهش می‌کنم یه مقداری در مورد نقاشی که انجام می‌دید توضیح بدید و خواهش می‌کنم در مورد پتینه‌کاری و اون سبک‌های جدیدی که الان در حال کار هستید هم تک به تک برای ما توضیح بدید. خواهش می‌کنم. اولین چیزهایی که من یاد گرفتم در رابطه با طراحی بود، همونطور که همه استادها روش تاکید دارن، بحث طراحی هست. اگر طراحی قوی داشته باشی وقتی وارد سبک‌های دیگه میشی به راحتی میتونی اونها رو حذف کنی و خیلی راحت‌تر میتونی درک کنی تصاویر رو. بعد از اینکه طراحی رو یاد گرفتم شروع کردم به سیاه قلم، فونته، مداد رنگی، پاستل و همینطور به بالا. دیگه تا یه جایی که گفتم خب یه چیز جدیدتر دیگه ایم و یا هست که من بخوام بهش امتحان کنم و دیدم که خب خیلی نقاشی دیواری باب شده و دوست دارم و خودم خیلی دوست داشتم که یک طرحی رو بزنم که ماندگار باشه، جدا از خلق اثرهایی که روی بوم، مقوا یا هر چیز دیگه میمونه، اما روی دیوارهای بعضی جاها واقعا ماندگاریش با آدم لذت میده و میتونی برگردی شاید چندین سال بعد و ببینی که این نقاشی کار تو بوده و لذت بخشه. پتینه کاری هم مسئله دیگری هستش که اون هم توی آموزشگاه ها یاد گرفتم و خیلی ازش استفاده کردم. واقعا ترکیب رنگ ها توی پتینه کاری لذت بخشه. اینکه شما حدس بزنی چه رنگی، چه تمی، چه نقاشی برای کجا مناسب هست واقعا ذهنت رو درگیر میکنه و وقتی که اون چیز در میاد حس خیلی خوبی به آدم میده و یکی از حسای خیلی لذت بخشیه که الان خیلی خوب یه گروه خیلی خوبی داریم که باهاش کار میکنیم. یکی دو تا کشور هم رفتیم و بعد نبود تونستیم که خودمون رو نشون بدیم. با من خیلی هم عالی. خب این پیشرفتی که داشتید توی کارها نشون دهنده اینه که علاقه وافر شماست و موفقیت شما رو در پیش خواهد داشت. تبریک میگم خدمت شما. متشکرم. خب کمی در مورد لوازم و وسایلی که استفاده می‌کنید در کارهای خودتون و کمی از تاریخچه حالا پتینه کاری یا نقاشی بر روی دیوار برام توضیح بدید. حقیقتاً ابزارهایی که استفاده می‌کنیم برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه.
مثلا من خودم با رنگ روغنی های هنری کار میکنم، حالا برندی هم که استفاده میکنم همون وینزوری هستش که همه میشناسن، خیلی راحت تر میتونم با اینا کار کنم. یعنی ما به قول معروف مانو دادنم روی رنگ ها، ترکیب ها، حجم و اشکال با اینا خیلی راحت تره و اون ترکیبی که از اینا به دست میارم برام خیلی راحت تره و جا افتاده. چون از زمان آموزشگاهی هم که میرفتم و آموزش میدیدم هم استادم خیلی تاکید داشت که حتما با 3-4 تا رنگ شروع کن و ترکیب رنگ خیلی خوب رو یاد بگیر. الان من به شاگردهام یا توی کارهام همین رو به همه میگم، میگم خواهش میکنم که 36 تا 48 تا 100 خورده رنگ نگیرین و وایستین با اون 5 تا رنگ خیلی رنگای بهتری میتونین ایجاد کنین و ترکیب رنگ قوی داشته باشین. هنوز هم با همینا کار میکنم. مثلا برای نقاشی دیواری که کار میکنم چون طراحی قوی داشتم از قبل، تلاشم برای اینه تا حد امکان از طراحی استفاده کنم، اما برای فضاهای بزرگتر ممکنه ما از اوپک استفاده کنیم یا ممکنه از پلات استفاده کنیم، به چیزهایی که بشه کار رو راحت تر سریع تر انجام داد. چون میدونی نقاشی دیواری خیلی نبایست زمان ببره چون خشک میشه، حالا بسته به زیرسازی اونجا داره، بعضی ها زیرسازی روغنی دارن، بعضی ها اکریلیک دارن، خام هستن، خیلی متفاوت هست. برای همین هرچقدر سریع تر کار انجام بشه هم کیفیت بالایی داره هم راحت تر برای ما. در مورد ابزارهامون هم همون ابزارهایی که همیشه و همه میشناسن، قلمهای متفاوت و شماره رنگهای متفاوت و قلتک ها، انواع اقسام رنگ هایی که خودمون میشناسیم که من از همون وینزور استفاده میکنم. و اگه برگردیم به تاریخچه که من فکر میکنم از موزارت و این نقاشی های قدیمی که ایتالیایی ها دارن و سبک های کلیسایی که توی فرانسه هست، توی روم باستان هست، از همه اینها میشه الهام گرفت و اثرها رو خلق کرد. بیشتر کارهایی که ما انجام میدیم معمولا سعی میکنیم که از نقاشی‌های مختلفی استفاده کنیم، اینها رو تلفیق کنیم و نسبت به فضای اونجا استفاده کنیم. مثلا ما تو ایران ممکنه فضای سفره‌خونه‌ای باشه، گاهن ما برمیگردیم به نقش‌های سنتی ایرانی و از اونها استفاده میکنیم، اما بعضی جاها میبینید فضایی اصلا ایرانی نیست، ما مجبوری برگردیم از طرح‌های فرانسوی یا ایتالیایی استفاده کنیم، تلفیق میکنیم طرح‌ها رو و تم رنگ‌ها رو گاهن عوض میکنیم. در حقیقت ما هم نقاشی میکشیم، هم آرایشگری میکنیم، هم خیاطی میکنیم، همه چی برمیگرده به اون فضایی که در آن واحد درش قرار گرفتیم. بله درسته. باز میخوام درسته، حق با شماست. خب میفرمایید که در مورد سبک ها فرمودید که سبک کلاسیک هست، مدرن هست، حالا بستگی به فضایی داره که به شما میگن و تقریبا. آیا طرح ها رو خود اشخاص به شما از شما درخواست میکنن یا نه خودتون بر اساس سلیقه خودتون انتخاب میکنید؟ معمولا سعی میکنیم که خودمون بیشتر نظر بدیم، چون فضا و فضایی هستش که صاحب اون فضا میخواد واقعا طرح رو، یعنی اون چیزی که اون ذهنیتش رو داره و ساخته و خیال پردازیش رو کرده برای ما تعریف میکنه. مهمترین کار ما اینه که ما اونو روانشناسی کنیم. در مثلا فضای ما کسی هستش که حالا اصلا خصوصی مال یک زن و شوهر هست، حالا ما باهاش صحبت میکنیم شغلش چیه، روحیاتش چی هست و کمکش میکنیم تا به اون چیزی که ما میخواییم نزدیک بشه و بعد یک تلفیقی از اینها ایجاد میکنیم، بهش نشون میدیم. یه وقتایی کسایی واقعا نمیدونن که چی هست نقاشی دیواری، فقط برای این نیست که شما یک طرحی رو انتخاب کنید روی دیوار پیاده کنید، شاید از سالن‌های مختلفی با کارکردهای مختلفی باشه که اصلا اون چیزی که کارفرما به قول معروف میذاره و میگه که این رو ایجاد کنین اصلا سنخیاس نداشته باشه و ما مجبوریم که بیشتر باهاشون صحبت کنیم، طرح‌های بیشتری رو بهشون پیشنهاد بدیم، یک موقعی روانکاوی‌های انجام بدیم، به قول معروف رنگ درمانی‌های رو انجام بدیم تا طرف رو واقعا مجاب کنیم که این طرح برای این فضا مناسب نیست. و معمولا هم کوتاه میان و میبینن که ما چیز بدی رو به قول معروف جلوشون نمیذاریم و راهنماییشون میکنیم برای کیفیت کار. بله درسته. و
به حال این تجربه شماست دیگه و می‌دونید چه اثری بهتر خواهد بود. بله بفرمایید، خواهش میکنم چه مواردی در نقاشی مهم هستش از نظر شما؟ حالا به هر حال چه پتین کاری، چه نقاشی بر دیوار و چه نقاشی دیگه، چه مواردی از نظر شما مهم هستش؟ در رابطه با در کل نقاشی اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، اول چیزی که شما در ذهنتون ایجاد میکنید، من میخوام یک نقاشی روی بوم بکشم، یعنی یک خلق اثری رو انجام بدم جدا از مشق استاد، کارهای کپی، میخوام یک کار اورجینال بزنم. اول خودم باید بدونم که توی اون لحظه واقعا کجا هستم، به چی فکر میکنم، چه چیزی رو میخوام خلق کنم. کاهن نقاش ها رو میبینین که در هر دوره یک موضوعی رو خلق میکنن، شاید مربوط به اون زمان باشه، شاید مربوط به تاریخ باشه. یک همین بحث مدرن و سنتی بیشتر روی اینها مانور داده میشه. کاهن من الان توی این شرایط فکر میکنم که مثلا باید زنی رو در اجتماع بکشم در شرایط کنونی که دوچاره چه مشکلاتی هست. به عنوان مثال عرض میکنم، این ممکنه ذهن من نقاش رو درگیر کنه. شروع میکنم اینها رو توی ذهنم خیال پردازی میکنم، طرح‌های متفاوتی رو میکشم توی کاغذ مقوا، گاهن شاید به 10-20 تا طرح هم برسه یه تصویر سازی هایی، اما در نهایت میبینیم که من توی اون لحظه به عنوان مثال چیزی رو خلق کردم که توی اون دوره دارم بهش فکر میکنم، ذهن من رو درگیر میکنه. این بحث تصویر سازی اولیه هست بروی بوم. موضوعم رو پیدا کردم، حالا میخوام ببینم که چطور میتونم اون رو روی دیوار یا روی بوم پیاده کنم. اگه بحث روی بوم باشه که خب اگر با من باشه که من همیشه با رنگ‌های روغنی میونه خیلی خوبی دارم و ازشون لذت میبرم، میتونم اونها رو تصویرهامو روی بوم پیاده کنم و برسم به رنگ. چه رنگی؟ آیا اون ذهنیت من خاکستریه یا ذهنیت من دنیای روشن‌تری رو میگه؟ یا چی میخوام به شما القا کنم؟ شاید نصف خاکستری نصف رنگی باشه. فکر میکنم حراجی امسال رو دیدیم، شکل‌ها و تصاویر این شکلی زیاد بود. گاهن تو تراجی‌های دیگه ایرم اینها رو می‌بینیم یا اثر استادهای متفاوت رو می‌بینیم که چیزی رو می‌خوان به شما متوجه کنن، به قول معروف چیزی رو می‌خوان به بیننده بفهمونن، همون چیزی که دارن بهش فکر می‌کنن. شاید خیلی وقت‌ها یک مقداری زمان ببره تا بیننده واقعاً متوجه این موضوع بشه، اما استاد اگر استاد باشه خیلی راحت میتونه با ترکیب رنگ ها و تصویر سازی های خیلی خوب این موضوع رو به بیننده القا کنه. اما اگر روی دیوار بخوایم بهش اشاره کنیم، تمامی نقاشی های دیواری بسته به فضا داره. من روی کلیسا یک جوری کار میکنم، روی مساجد جور دیگه کار میکنم، روی سقف خونه ها جور دیگه کار میکنم، فضاهای مسکونی جور دیگه، سالن های کاری جور دیگه. خیلی نمیتونم روی خلق اثر روی اینها مانور بدم، چون معمولا اونها یا لوگوهای خودشون رو میخوان یا بحث هایی که در رابطه با کارشون باشه. خیلی کم پیش میاد که طرحهای اورجینال استفاده کنم. معمولا چیزهایی که ما پیشنهاد میدیم بد نیست و همه این نقاشی دیواری بسته به فضا داره. خیلی نمیتونیم روی اونها نقاشی اورجینال کار کنیم، مگر اینکه واقعا طرفمون هنرمند باشه و این رو از ما بخواد، چون درک هنری الان واقعا مهمه. بله درسته. بفرمایید که وقتی که تو زمینهای مختلف خب شما فعالیت دارید، آیا قلموهایی که استفاده میکنید شستشوی قلموها متفاوت خواهد بود؟ یعنی میخوام بدونم چی کار میکنید که قلموها آسیب کمتری برسه بهشون و موندگاری بالاتری داشته باشه؟ شستشوی قلمها از روزی که من شاگرد آقای استاد منده شدم برام تاکید کرد و گفت که خیلی مهمه و حتما باید این رو رعایت کنید، حتما بعد از کار. متاسفانه من جز اون دسته ها نیستم، اما حتما پیشنهاد میکنم برای اینکه قلمهاتون کمتر کشته بشن مثل مال من، حتما بعد هر کاری اونها رو شستشو بدین. حالا شستشوها متفاوت است. الان
محلول های شستشوی متفاوتی اومده، اما من هنوز هم فکر میکنم که با همون نرم کننده لباس یا همون صابون هایی که بعد از کار استفاده میکنیم، بعد از کار حتما قلماتون رو با تینر بشوریم، بعد صابون بزنیم، با صابون ماساژ بدیم، بعد با حوله تمیزی با آب گرم حتما اینا شسته بشه، یا نرم کننده لباس هم همیشه پیشنهاد خوبی بود، یه کمی آب با نرم کننده، یه چیزی که واقعا قلموها شسته بشن و نذارن که لکه های رنگ داخلشون بمونه. اما الان محلول های خیلی خوبی اومده توی بازار، واقعا وقتی میری توی لوازم تحریریه یا فروشگاه های مختلف میبینی که محلول های فوری شستشو خیلی خوب. اما من همیشه پیشنهاد میکنم بعد از اینکه با این محلول ها شستشو دادن، حتما با صابون یا نرم کننده، یک چیزی که واقعا یک بار دیگه اینها با این مواد شسته بشن و تمیز بشن با آب گرم و با حوله کاملا، خصوصا سر فرصت با حوصله، واقعا اینا لازمه یه کار هست برای این که عمر قلم رو بره بالا، ابزار اصلی کار هست و من فکر می‌کنم اگر مراقبشون نباشید خب آسیب ببینن، بعد هزینه بالا میره. بله درسته، حق با شماست. خب شما آموزش هم فرمودید که در پیش دارید و آموزش هم میدید، چه سنی رو برای خانواده پیشنهاد میدید برای آموزش نقاشی؟ یک دوره بله من آموزش میدادم، البته الان فعلا این کار رو انجام نمیدم، اما تا 3 سال پیش آموزش داشتم. ببینید در رابطه با بچه ها متفاوت، واقعا ذهنیت بچه ها کاملا سلایقشون با هم دیگه فرق میکنه، چون که ما هنوز درون اونها رو نمیشناسیم، نمیدونیم چه بچه چی میخواد. واقعا این همونیه که فکر میکنی بهش میگی که این بچه در آینده چه کاره میخواد بشه، یک مجهوله واقعا نمیدونیم. اما معمولا بچه ها رو تو پایان 4 سالگی به بعد آموزش بدیم خیلی بهتره، و اینکه واقعا باهاشون صحبت کنیم، اولا که علایقشون واقعا مهمه، اصلا آیا بچه علاقه داره که به این سمت بیاد یا نه. اما اگر علاقه داشت و دیدی که واقعا دوست داره این هنر رو، بایستی از مثلا از رنگ روغن و این داستانا فاصلش بدیم، چون خیلی ترکیب رنگ ها برای بچه ها سخته، ولی موادی مثل پاستل، مثل گواش، اینها که بچه ها راحت تر میتونن دست بگیرن، گواش که راحت تر ترکیب رنگ داره، معمولا بچه ها رنگ های گواششون شاد هست و خیلی مثلا نیاز با روغن یا آب یا هر چیز دیگه غلظت پیدا کنه یا رقیق بشه، خیلی راحت تر میتونن ازش استفاده، حرکت قلمو با دستشون راحت تر، یا پاستل خیلی حتی دکترای روانشناس خیلی پیشنهاد میکنن به این موضوع که حتما از پاستل بچه ها رو شروع کنید به نقاشی یاد گرفتن و اینها، ولی به نظر من از پایان 4 سالگی میشه شروع کرد به بچه ها تدریس کرد و ببینید که حتما قبلش علاقه دارن یا نه، چون مسیر اشتباهی رو بچه ها یاد ندید. درسته. خب خودتون طرح‌های اولیه رو فرمودید که خب به هر حال مهم هست وقتی که طرح اولیه رو پیاده می‌کنید، چه بر روی دیوار چه بر روی کارهای دیگه، بفهمید طرح اولیه رو معمولاً با چی ترسیم می‌کنید؟ من چون طراحی خیلی کار کردم و تصویرسازی خیلی انجام میدم، همه رو طراحی می‌کنم، یعنی بارها شده شاید یکی دو بار هم اشتباه شده باشه، اما سعی میکنم که همه چی رو طراحی کنم. اما برای فضاهای بزرگتر معمولا من از کار قدیمی اوپک استفاده میکنم، اما خب خیلی ها هستن از کاربون استفاده میکنن، از پلات استفاده میکنن، ممکنه از صفحه های شطرنجی استفاده کنن، از کارکوپی شطرنج اینطوری استفاده کنن، یا یک سری دستگاه های جدیدی که الان نور پردازی خیلی خوبی توی گوشی داره استفاده میکنن، ولی خب بهترینش همیشه طراحیه، هر چقدر دست قوی تر باشه واقعا نقاشیتون حرفه‌ای تر خواهد شد و تصویرسازی بهتری خلق خواهید کرد، چون همیشه یه آدم نمیخواد واقعا مشق استاد کار کنه، یه وقتایی تصویرسازی میخواین انجام بدین، این خیلی به شما کمک میکنه که حتما طراحی قوی داشته باشید و طرح بهتری بزنید. درسته. لطفا کمی در مورد ترکیب رنگ ها توضیح بدید. فرمودید که اگر 5 رنگ هم اگر داشته باشن میتونن رنگ های زیبا خلق بکنن، به نظر شما این 5 رنگ چه کمکی میتونه بکنه؟ خیلی خیلی کمک میتونه بکنه. خب همونطور که میدونیم ما یه 2 دسته رنگ داریم، رنگ گرم، رنگ سرد، رنگ اصلی رو داریم،
بهترینش همون پنج تا رنگ اصلی واقعا. اگه ما قرمز و آبی و زرد و سفید و مشکی رو داشته باشیم خیلی میتونیم ترکیب‌های مختلفی ازش در بیاریم. کاملا رنگ گرم و سرد رو جدا می‌کنیم. من همیشه به شاگردام میگم وقتی که به ترکیب رنگ میرسن وارد رنگ روغن میشن، یک بومی رو براشون در نظر میگیرم و بهشون میگم جدول بندی کنید، این پنج تا رنگ رو بالا و پایین بکشید و حالا شروع کنید زبدری ترکیب کردن این رنگ ها و ببینید که چقدر طیف رنگی میتونید داشته باشید. و این رو همیشه به عنوان یک تجربه، یک یادگاری یا حتی یک الگو میگم که نگه دارید، چون خیلی از بچه ها یه وقت میبینید که رنگ ها رو یادشون میره و همیشه من کمکش رو نمی کنم، سنگدلی میکنم و میگم برگردید به الگوتون و ببینید که اون رنگ چطور ساخته شد. من همیشه یادم استادم همیشه میگو یه سنگ میذاشله ما منگو حالا ترکیبش رو دره و همونا باعث شد که من واقعا ترکیب رنگ قوی داشته باشم. همین رو هم من به شاگردام القا کردم و به همه هم توصیه میکنم خیلی سراغ رنگ های آماده نمید. خیلی خوبم رنگ های آماده واقعا. این که من بتونم صورتی رو برم بخرم خیلی خوبه، یا توصی رو برم بخرم عالیه، هزینه کمی میکنم و البته هزینه کم که الان دیگه نداره ولی هزینه میکنم، ولی اون تویوب رنگ رو دارم. اما اون توصی که من میسازم و صورتی که من میسازم بنابرای 10 تا رنگیه که من 10 تا صورتی میسازم یا 10 تا توصی میسازم، این خیلی لذت بخشه. هر چی که بخوام رو میتونم در طبیعت بسازم. در بحث ایمنی اگر بخواید موضوع رو نکته ای رو اشاره بکنید، به هر حال نقاشی رنگ روغن ممکنه مواد سمی داشته باشه یا اشتعال‌زا داشته باشه، توصیه شما چیه برای اون قضیه؟ حتما این واقعا یکی از عوارض رنگ روغن کار کردن هست، چه در ساختمان چه در اون. واقعا این گازی که اینها دارن، این بویی که اینها دارن ممکنه در آینده باعث آسیب بشه یا تنگی تنفس بگیریم. حتما از ماسک واقعا استفاده بشه و حتی من پیشنهاد میکنم که حتما عادت کنن و از دستکش استفاده کنن. واقعا اینها مهمه چون به مرور زمان آسیب‌هاشو میرسونه. اگر برگردیم به همون مقوله‌ای که هر شغل یک ضرر جسمی هم داره، واقعا این هم یک نوع ضرر جسمی هستش. در آینده ممکنه این گازها باعث بشه که ریه‌ها دچار مشکل بشن. اون دستمال‌هایی هم که حتی تمیز میکنیم باهاش ابزارهامونو یا رنگهامونو باهاش پاک میکنیم، اونها هم جذب گاز میکنن و اگر جایی ریخته بشن این گازها از بین نمیرن و باید حتما بسته بندی بشن و دورریز داشته باشن. اینها واقعا بله. و فضایی که کار میکنیم حتما تهویه داشته باشه. واقعا این تهویه خیلی مهمه چون این بوی تینر یا بوی این رقیق کننده ها، اینها واقعا توی فضا شاید کسی که نقاشی میکنه به بو به قولی میگن عادت میکنه و اون رو استشمام نمیکنه، اما واقعا اون ضررش باعث سردرد، سرگیجه و من دیدم که کسایی واقعا هوشیاریشون رو از دست میدن به خاطر عادت هایی که ندارن سر این داستان. حتما تهویه رو، دستکش، ماسک، اینها باید رعایت بشه. معمولا رنگ های روغنی چه ساختمانی چه روغنی گازهایی دارن که تنفسش برای انسان واقعا دچار بیماری میکنه. خب میدونید که قطعا بهتر از بنده میدونید استفاده از رنگ های غلیظ و رقیق دارید در نقاشی. خودتون تفاوت استفاده از رنگ رقیق و غلیظ رو به چه نحوی میبینید توی کار؟ رنگ غلیظ یا رقیق همه بستگی به نوع کار داره. مثلا اکریلیک ها خب با آب واقعا رقیق میشن، اما توی ساختمون ما خیلی نمیتونیم آب ازشون استفاده کنیم چون شره میکنن و رد قلم میذارن برامون. یا رنگ های روغنی که استفاده میکنیم اینها هم خب میدونی که غلظت هاشو یا هماهنگی هاشو بر اساس روغن ها و وانیش هایی که استفاده میکنیم تنظیم میشه. خب وانیش ها مختلف هستن، رنگ روغن ها بایستی با روغن برزک یا چیزهایی که الان موجود هستن. خیلی برند های مختلفی توی بازار اومدن واقعا، میگه مثل ما سنتی نیستن من یه روغن استفاده کنن یا یه آب استفاده کنن، خیلی برند های راحت تر و متفاوتی اومدن. خیلی اینا همه بسته
به نوع کار داره که شما چه نوعی و چه سبکی و آیا میخواید با کاردک کار کنین، آیا میخواید با قلم کار کنین، آیا میخواید با دست کار کنین که خیلی خوبه، انگشت و واقعا عالی هم توی این کار. خیلی هم عالی. بفرمایید که حالا منظورم بر روی تابلو هستش، البته نمیدونم که آیا بر روی دیوار هم همچی چیزی امکان پذیر هست یا نه، استفاده از کاردک و قلم تفاوتش، خب بر روی تابلو دیدیم تفاوت مختلفی هست بین کاردک و قلم، آیا بر روی دیوار هم همچی چیزی قابل استفاده هست؟ بله، ما روی دیوار هم از کاردک ها استفاده میکنیم. پتینه کاری ها ابزارهای مختلفی دارن، خیلی هم هستن، یعنی بخوام براتون بگم خیلی مفصل هست. ولی در رابطه با بوم که خب میدونیم با قلم کار کردن مانورهای بیشتری داره، مد کردنهای بیشتری داره، قلم های جنس های مختلفی داریم، گرد، دهال، پرچمی، هر چیزی که هست، چتری، هر چیزی که بشه بسته به نوع طرح ازش استفاده کرد. برای کاردک هم همینطوره، ما کاردک با دسته صاف، فنری یا هر چیز دیگه ای با شکل و شمایل های مختلفی داریم، شماره بندی های مختلفی داریم. همونها رو هم ما میتونیم روی دیوار بنا به طرحمون استفاده کنیم، جدا از ابزارهای پتینه کاریمون. ابزارهای پتینه کاری خب زیادن، هزار خار هستن یا مثلا ماله های مختلفی هستن برای استفاده از تکسچر یا مثلا میکروسمت های مختلف، ابزارها و مواد مختلفی هستن که میشه از دو حالت هم براش استفاده کرد، بسته به نوع طرحمون و نوع دیوار و کاری که انجام میدیم باشه. سبک ایتالیایی باشه، خب کاردک‌هاش مختلف، ماله‌هاش مختلف هستن، ابزارهاش متفاوتن، تم رنگ‌ها متفاوت هستن. روی بوم هم به همین صورته که اصلا روی بوم تفاوتی داره کلاً روی طرح ایجاد کردن و روی دیوار هم جوده دیگه، چون فضا بزرگتر هست، بعد ما اینقدر راحت به صندلی نمی‌شینیم، ممکنه تو ارتفاع 4-5 متری باشیم الا بالاتر، اینها همه تاثیر داره. بله درسته. خب میدونم تو ایران دیر وقته، نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم، سوال آخر رو از میپرسم. زنده باشید. برای کسانی که بیننده عزیزمون که دوستان وارد این هنر زیبا بشن، چه توصیه‌ای دارید؟ حتما وارد بشن. عالی. به نظر من هر انسانی یک کار هنری باید یاد بگیره، حالا نه فقط نقاشی، نه فقط طراحی، ولی واقعا برای هر کسی یک هنر لازمه زندگیشه. آرامشی که هنر ایجاد میکنه توی زندگی من تا به حال ندیدم، چون من نسبت به دورهای زندگی که داشتم شغلای مختلفی را هم تجربه کردم، من حسابداری هم خوندم، کار کردم و الا ماشاءالله، ولی هنر نقاشی تنها چیزی بود که از اون اول تا الان با من موند و واقعا جاهایی که مشکلات داشتم، جاهایی که حالم خوب نبود، واقعا کمکم کرد. هر کسی که میخواد وارد این عرصه بشه، من اول بهش تبریک میگم که این اثر رو پیشنهاد کرده برای خودش و داره پا میذاره توی این مسیر و حتما هم از طراحی شروع کنه. من خیلی ها رو میبینم که دوست دارن تابلو نگاه میکنم، میبینن که خب خیلی قشنگه، من دوست دارم که با رنگ کار کنم نه با مداد، اما خب ما همیشه میگیم خیلی خوبه که تو رنگ رو دوست داری، و همونها دوباره وسطای کار پشیمون میشن و میگن ای خب طراحی چقدر زیباست. واقعا از اینکه شما یک مداد دستتون بگیرین و یک طراحی رو خلق کنین روی یک کاغذ سفید یا یک محتوای سفید لذت بخشه، اون لذت رو واقعا اون لحظه هر کسی که میخواد وارد این مسیر بشه، من حتما میتونه تجربه کنه یا هر چی رشته ای رو که دوست داره بعدش توی مسیر و کانال خودش قرار بگیره و حتما هم پیشرفت میکنه و حرفه‌ای ها میشه. ممنون از توصیه خوب شما، امیدوارم که همچنان به همین شیوه ادامه بدید و هنرهای زیبا خلق کنید، آثار زیبا خلق کنید در این هنر زیبا. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم همیشه مانا خندان باشید.
همچنین بزرگوارین لذت بردم و از همصحبتی با شما بسیار سپاسگزارم. زنده باشی. شب خوبی داشته باشین. متشکرم. خدا نگهدار. شب خوش.